سلام و درود و عرض ادب خدمت مخاطبین عزیزم. آقا ما گوشی جدید خریدیم، با اجازه همگی گوشی جدید گرفتیم، اومدیم که آنباکسش رو داشته باشیم عزیزان. فقط بچه ها، من این ویدیو رو یکی دو ماه پیش گرفتم، منتها همون موقع متوجه شدم که صداش بد ضبط شده، واسه همین افتاد عقب تا الان اومدم و دارم صدا گذاریش میکنم. صدای اصلیشو بچه ها قطع کردم، جالب نیفتاده بود، میپیچید و یه سری جاش هم قطع و بس میشود. کلان همانو ویدیو خیلی حرفه‌ای هم ضبط نشده، صرفا داره یه آنباکسینگ ساده و معرفی و اطلاع رسانی بوده که آقا جان ویدیو خفن تو راه عزیزم. منم مثل شما بیننده هستم. بریم ببینیم چی خریدیم بچه ها، قضیه چیه. خب ولی خدای بچه ها، بسته بندی های گوشی چینی یه چیز دیگه است. واقعا از بسته بندی ها، کیفیتشون، کیف بودنشون، این که مچ هم با هم دیگه خیلی راضی ها، خیلی فوق‌العاده است. اسم برند وان پلاس A3. حالا اسمش کم عجیبه میدونم، شاید دور از ذهنتونه، خیلی بچه ها نشنیدین، کمی غریبه است. حالا توضیح میدم چرا اسمش اینجوری، بچه توضیح میدم اسم اصلیش هم این نیست. حالا میپردازیم، فعلا آنباکس رو داشته باشیم. اینجا هم نوشته است وان پلاس A3، خیلی بسته بندی شیک، عالی شکیل. آیفون همچین بسته بندی بچه نداشت، حالا اسم آیفون اومد. من با آیفون بچه ویدیو نمیگیرم، کلن آیفونه که خریدم، آیفون 15 آنباکسش هم هست. من کلن بچه آیفون رو واسه ویدیو نخریدم، واسه بازی کردن نخریدم، آیفون صرفا کارهای روزمرگیمه. حالا چهار تا رمز ارزی، خیلی هم تو کار ترید نیستم، حالا چهار تا ولتی که مثلا ام باشه و فلان، آره ولی ویدیو بگیرم نه. شارژر خیلی سنگینه، 100 وات، که با اینکه باتری غولی داره، باتری 5500 داره، از آیفون باتریش قوی تره، رو تو 0 تا 100ش تو 20 دقیقه است. خیلی عجیبه، بعد داغم نمیکنه. سیم شارژرش بچه فوق‌العاده است، سیم شارژر بسیار ضخیم، بسیار با کیفیت و سنگین. کلن اقلام همراهش همه چی عالی بود. حالا جلوتر یه گاردی هم هست، کاوری هم هست، قابی هم هست، اونم بازش میکنم، خیلی شیکه. اون اقلام همراهش سطحیش آیفون رو میزنه، من آیفون رو مثال میزنم چون دیگه تاپ ترین گوشیه، میخوام بگم آیفون فقط برنده مسخره است، مفت نمیاد آیفون. اینم خودشه، برند وان پلاس. من توضیح راجبه اسمش که خاصه بدم، این بچه گوشی چینیه، کلا شرکت های چینیه سازنده گوشی، حالا چه وان پلاس باشه چه شیائومی باشه، اینها به دو صورت گوشیشون رو عرضه میکنن، به دو صورت بچه گوشیشون رو میفروشن. اول به مردم خودشون، خود چینی ها، به کشور خودشون گوشی رو میفروشن که این گوشی ها اسمشون پک چین هستش، پک یعنی بسته بندی، اینا میشن پک چین. صورت دوم اینه که بچه ها مابقی گوشی ها رو صادر میکنن به کشورهای دیگه، وارد بازار جهانی میکنن، مثلا ایران. اسم این گوشی ها میشه پک جهانی. ما معمولا پک جهانی رو میخریم، ولی من این بار پک چینی رو خریدم. اسم پک چینی با اسم پک جهانی فرق میکنه. اسم پک چینی این گوشی وان پلاس A3 هست که من خریدمش، اسم پک جهانیش وان پلاس 12R هستش. اسمشون فرق داره، میتونی سرچ بکنین. حالا محمد چرا پک چین رو خریدی؟ پک چینش بچه 13 میلیون ارزون تر بوده، 13 میلیون ارزون تر از پک جهانی بوده. پک جهانیش 48 تومنه، رام 16، حافظ داخلی 512 و با این مشخصات پک جهانیش 48 تومنه. من پک چینش رو 33 تومن خریدم، 13 تومن بشه از پک جهانی ارزونتر. محمد حالا که ارزونتر ضعیفتر گوشی؟ نه عزیزم، کلن بچه توی چین، حالا نسبت به بر اساس تحقیقی که من کردم، چون خیلی رقبای گوشی فروش همین وان پلاس و شیائومی زیادن، قیمت رو تو کشور خودشون کمتر میدن، حالا کشور خودشون هم از کمتر همون جواب میخوره باسه شون، سر همین قیمت کلن عرضه شده شون کمتره، واسه همین کلن واسه من هم کمتر در اومد، چون خود چینم بچه بازار بزرگیه دیگه، 1,500,000,000 جمعیت داره، اونقدر که تو چین عرضه میکنم فکر نکنم صادر بکنن کلن این شرکت ها. حالا در هر صورت
اینا که دفترچه راهنما شو یه مش برچسب باشه، چون چیز خاصی نیست. رو دفترچه راهنما برچسب. اینم سوزن سیم کارتشه، چیزی بچو تو اینم نبود و گاردم داشت. با اینکه آیفون یه سیم شارژر داره، حتی سریع شارژر هم نداره آیفون. باتریش از آیفون بهتره، آیفون باتریش 5000، این 5500. آیفون شارژرش 27 واته، این 100 واته. همه جوره میزن آیفونو. پشتش هم خیلی خاصه بچه، من یادم رفت بگم پشتش جنس خاصی داره. پشت خود گوشی یه جنسش مثل تیتانیومیه، ولی خود این شیشه است، این تیتانیومی نیست. خیلی جنس با مزه و خاصی داره. سی پی اوش هم که 8 نسل 2، اسنپ دراگون 8 نسل 2ه که خب سی پی او پرچم داره. از کلن گوشی حالا تحت عنوان گیمینگ عرضه نشده، ولی واقعا گوشی گیمینگ به حساب میاد. مخصوصا من که رام 16 رو خریدم با حافظه 512. اینجوری نمیدونم داشتم چی میگفتم، من اینا رو داشتم میگفتم دیگه، توضیح میدادم که الان واسهتون کامل شرح دادم. محمد آیا ما گوشی پک چین بخریم؟ اینو باید تحقیق بکنی عزیزم. من هیچ وقت به جوتو فکر نمیکنم داداش گلم. من تحقیق کردم، من فقط میتونم بهت بگم خودم راضی بودم. من از خریدم راضی بودم، دو ماه ماش استفاده میکنم بی نقص، بدون هیچ نقصی، فوق‌العاده عالی. این که شما میخوای پک گلوبال بخری یا چین، باید خود رو تحقیق بکنی. یه سری فروشگاه هستن پک چین هم میفروشن، همه فروشگاه نه، یه سری فروشگاه تخصصی ترن و اونا پک چین رو به شما میفروشن. خلاصه که همین. راستی بچه ها اینم بگم، 3-4 ساعت دیگه میخوام اولین ویدیوی کلش رویالی رو با همین گوشی بذارم. کلن بچه ها رنگ و لعاب کلش رو تو این گوشی فرق میکنه، خیلی جالبه. رنگ و لعاب بازی تو این گوشی فرق میکنه، کلن رنگ ها شفافتر هم، وضوع رنگ ها بالاتره، خیلی کیفیت کار کلن به نظرم مشهود و ملموس، یعنی قشنگ میتونین احساسش بکنین، قشنگ میتونین متوجه بشین. 3-4 ساعت دیگه میگم اولین ویدیو رو با این گوشی میذارم، برین اون ویدیو رو ببینین، بعدش برین با ویدیو دیروزم مقایسه بکنین. دیروزم با گوشی شیائومی ضبط شده، این گوشی رو با شیائومی مقایسهش بکنین، فکر کنم خیلی متوجهش بشین راحت. خودم هم مشتاقم. در هر صورت گفتم اطلاع رسانی بکنم، انشالله که لذت برده باشین. بالاخره گوشی خوب گرفتم که باش کار بکنم. اینکه زود شارژ میشه واقعا خوبه، اینکه باتریش هم انقدر قدرتمنده واقعا منو که خیلی راضی میکنم. لایک و کامنتو شما فراموش نشود که باعث دلگرمی منه. منتظر ویدیو خفن باشین، بریم برای فتح 20 فین با گوشی جدید. 20 جاری بچه لایف دیگه مشکل شارژ نداره، سریع تو همون لایف شارژش میکنم و فکر کنم لایو 10-15 ساعته که خب نه یکم مبالغه است، ولی 7-8 ساعت لایو و یه لایو 7-8 ساعته میگیرم. عزیز منی کلی لایک و کامنت رو خب بهتره کنین، قربونتون برم، فدای شما بشم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون باشه.